سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این دنیای پر آشوب و پر هرج و مرج در صد متانت و صبرتون رو آرزو میکنم و در صورت توی این زمینه انقلاب در واژه ها شده، در مفاهیم شده، همه چی تحت تاثیر این رویدادها قرار گرفته و به همین دلیل دیگه نمیتونیم از اخلاق صحبت کنیم، از آرمان، از فلان، چون هر روز سیر حوادث ما را به طرفی میکشه و زندگی تو هم با بی آیندگی یک نوع اخلاق فرصت طلبانه رو روش می‌ده. خشونت بی اندازه در ایران که به وسیله رسانه‌های لندنی به خصوص تلویزیون سعودی انترنشنال به اصطلاح پخش میشه، عملا این کانون رو، این تلویزیون رو به ستاد تروریستی تبدیل کرد و علنا شورش و هرج و مرج را انداخته با خشونت برزی بسیار سریع آشکارا به اصطلاح به جنگ واژه‌ها هم رفته. یعنی انقلاب فیمینیستی انقلاب کشتار شده، دستور حمله و کشتن معمول امنیتی رو امری اخلاقی تصور میکنه، بیان میکنه. یکی از کارشناس های متعددش که متاسفانه بخش زیادی از این عناصر از ایرانی هاست، هم بخشی ازمش از ایران اومدن، از دل جنبش سبز اومدن، از دل اصلاح طلب ها اومدن، معاون وزیر توشون هست و اینجور چیزا، برای یه سقوط اخلاقی تمام عیار مبتلا هستن. به خاطر به نظر من پول انگیزه خیلی از اینه بیان، چون رقابت سختی هم بین کارکنان ایران انترنشنال با بی بی سی با من تو روی این که جاسوس خبرنگارا رو از همدیگه خواب میزن. در صورت این یکی از کارشناساشون که در گفتگوی زنده بدون اون که در کلماتش به اصطلاح آرایشش بده، فلیترش بکنه و سعی بکنه محتوای خشونت آمیز رو در لفافه بپیچونه و بی اخلاقی رو به اصطلاح عادی سازی میکنه و در اعتراضات در ایران دیگه در زمان جنگ نمیتوان و به خصوص به چیزه اخلاقی پایبند و این آدم نمیفهمه که حتی در جنگ هم اخلاقیات رو باید رعایت کنه. یعنی مثلا نمیشه اسیر رو گرفت کشت، نمیشه کارهای بیمارستان رو منفجر کرد، نمیشه کودکان رو، کودکستان رو بمباران کرد. یعنی این اخلاق رو از دولت عربستان یاد گرفتن، در جنگ اخلاق پایبند نباید باشه. و ما چون بر حال جنگ با جمهوری اسلامی هستیم، جنگ تمام عیار هستیم، در جنگ نمیشه مسیحوار مثل عیسی مسیح گفت که یه طرف صورت اگر زدم اون طرفش هم بزن. بقیده کارشناسان
از صنایع لندن نشین، پیش دکتر بود ولی داعشی بود، مثل داعش عمل کرد. همونطور که یک بیچاره کسی که متهم به بسیجی به شکل فجی میکشنش و کسان دیگه. دیگه این کار نه تنها غیر انسانی نیست، آن پزشکی که قسم سقراط رو خورده که به صلاح زخمی گذشته از این که چه کسی باشه، چه مرام، چه دین، چه مسلکی، حتی در جبهه جنگ اسیر بود، تیر خورده، باید معالجهش کنه. اخلاق نزد اینا فرو باشه، حتی دکترش که دادگاهشون برگزار میشد آدم تعجب میکنه. اینا معتقده اگر مأمور را به قتل نرسانی اقدام غیر اخلاقی مرتکب شده، این گونه بی پرده و بی پروا قتل و کشتار دعوت میکنم. کشتن مأمور اخلاقی است. اگر بتوانی مأمور را بکشی و این کار نکنی غیر اخلاقی. یعنی یک این جنبش زن زندگی آزادی که میخواد انقلاب کنه، انقلاب در اخلاق را اول میکنه. همونطور که میگن ناموس، ناموس چیه؟ یعنی به علیه ناموس بخواست. میگه وطن چیه؟ میگه ما باید تمام تابوها رو بشکنیم. ما باید بگیم که من هم یک تجزیه طلب هستم تا تابو شکسته بشه. من فلان هستم. در صورت حالا همزمان نسخه چی پیچی هایی که از لندن صادر میشه به مروج جنگ پارتیزانی، ترویج خشونت، قتل و ترور در ایران و هر نوع به اصطلاح جنگ کشتن با خشونت و با رنج، مثل کوکلوس کلانا در آمریکا که سیاه ها را با رنج و عذاب میکشتن. آقای سوناک، ریشی سوناک درباره اعتراضات انگلیس گفته که امروز با فرماندهان پلیس جلسه داشت تا با آنها اطمینان دهم برای سرکوب هر گونه اعتراض غیرقانونی کامل از اونها حمایت میکنم. این مسئله که زندگی توسط اقلیتی خواه خودخواه مختل شود کار غیرقانونی است. علی اقلیت خود اکثریت مردم انگلیس هم که در تظاهرات مسالمت آمیز برای مسئله مادی و مسئله زندگیشون که به شدت مختل شده، به همین امرم باعث شده که پزشکا مهاجرت میکنن، سطح زندگیش اومده پایین، بدهی ها بی سابقه به بار آورد دولت انگلیس و اعتراض به نوع زمامداری و چیزهای معیشتی میکنن و در این زمینه نشریه اکونومیست هم فاش کرد که بسیار از اتباع خارجی زندگی در انگلستان را دارن که در برای که بسیاری از انگلیسی ها به مهاجرت به شهر کشورهای مثل کانادا و استرالیا و جای دیگه میرن. حالا این تجمعات کسانی قانون شکنی میکنن که باید قدرت قانون به دستن آقای میگه. یعنی این تظاهرات اینا قانون شکنی میگه، از قدرت قانون باید بترسن. من مصمم هستم کار را این کار را انجام بدم. من به پلیس اختیارات بیشتری دادم که دولت من داده که میتونه با استفاده از این قدرت با تظاهرات غیرقانونی مقابله کنه. آقای نخست وزیر از عنوان اختشاشات با
قانون شکنی و تظاهرات غیر قانونی یاد میکنه. معتقد زندگی مردم عادی رو مختل کرده که معتقدان در انگلستان در جریان این تجمعات پلاکارتهایی را به کار دوام شدن. حالا سوال میشه کرد همین تظاهرات غیر قانونی آشوبگرایانه در ایران از حمایت کامل اینا برخوردار، اما همین که کشور با بسیاری از کشورهای غربی بارها در سخنان مداخل جویانه در صورت جاسوس خبرنگار فرستادن همه اقدامات کردن و بیانی های مداخل جویانه میدن. خب آقای سلیمانی، این اخلاق بودن، دومرال بودن چگونه است؟ اضافه کنم این را که گزارش سی بی اس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای امضای قانون جلوگیری از اعتصاب کارگران راهن امضاش کرده. اعتصاب همونطور که آمریکا بیشتر گفته به اصطلاح امکان جلوگیری از فاجعه اقتصادی در این کشور رو فراهم کرده و پذیرفته که مشکل مرخصی استعلاجه کارگران سند هم حل نشده. خب اتحادیه راهن باید حساب جیمز آمسترانگ به اصطلاح اتحادیه راهن باید به اعتصاب خودش ادامه بده وقتی که کارکنانش در زندان هستن و دولت خیلی سریع متوجه خواهد شد که آموزش کارگران جدید بیش از یک روز طول میکشه که میگن کارگر جانشین بکنن. وقتی این مرد چیزی رو امضا میکنه کارگر متضرر میشه. در صورت گفته میشه که من فکر میکنم که جو بایدن دموکرات ها و حامیان بزرگتر اتحادیه هستن، ولی الان میبینیم که عکسش هست، یعنی فریب مردم رأی دادن، برای فریب مردم چیزی که نشون دادن با چیزی که عمل میکنن زمین تاسون. این دو مورد مشخص رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان در رابطه با اعتراضات مثلا مشروع قانونی یا مسالمت آمیز چین قوه قهریه رو به کار دارن و بخصوص در انگلیس که صراحتا گفته چجوری هسته اینا دو مورال هست، یه اخلاق برای تهران دارن که کشتن پلیس هم مجاز است، یک اخلاق برای خودشون دارن. این چه چیزی رو برداشت میکنید؟ بفرمایید. به نام خدا و با سلام خدمت جناب رئیسی و گنندگان محترم، خواستم یه توضیح بدم. نخست وزیر انگلیس که این حق رو به پلیس داده و تهییجشون کرده به سرکوب شدید، به خاطر اینکه در انگلیس قبلا خیلی به راحتی پروانه تظاهرات میدادن. مثلا شما میرفتی پلیس محل، من خودم تو انگلیس بودم دیدم اینو، مثلا ما 200 نفر هستیم میخوام در این خیابون بین این ساعت تا این ساعت تظاهرات کنیم، ما پلاکارد بیاریم مثلا اعلام کنیم هرچی، خیلی به راحتی به شما میدادن. بعضی شهرداری ها یه پولی هم میگرفتن مثلا این پروانه 5 پوند 10 پوند، بعضی شهرداری ها یا پلیس اصلا هیچ پولی هم نمیگرفت و تقریبا میشه گفت به همه به راحتی این پروانه رو میدادن. هر گروهی، هر سازمانی، هر شخصی میاد میگفت من مثلا میخوام این خیابون رو تظاهرات کنم تو این خیابون بین این ساعت تا این ساعت این روز، فورا اون پروانه چیز میشد، صادر میشد. از وقتی که وضع اقتصاد اروپا و انگلیس در چند سال گذشته و این به ریشی سوناک ختم نمیشه،
شروع نمیشه. یعنی این از زمان لیستراس بود، از زمان خود جانسون بود. تعداد این پروانه ها رو خیلی کم کردن. یعنی اگه 100 نفر تقاضا کردن واسه پروانه، که تا 10 سال پیش مثلا به 100 نفر این پروانه رو میدادن، پروانه ها شده بود مثلا 30 تا 40 تا، مثلا 30-40% بیشتر نشده بود. یعنی 70% نزول کرده بود، اجازه نمیدادن. بعد دلیل های خیلی چیز می آوردن که نه مثلا خیابون ترافیک میشه، مردم ناراضی هن، نمیتونیم. در صورتی که قبلا اینا بهانه درشه، قبلا به هر کسی، به هر گروهی این پروانه رو میدادن. ریشی سوناک الان در موقعیت خیلی بدی قرار گرفته، چون تراس که 45 روز بیشتر دووم نیورد بعد که اومد سر کار، و ریشی سوناک هم وقتی اومد سر کار گفت من با سیستم هستم، با سیستم غربی، یعنی شدیدن طرفدار اسرائیل هم، فلسطینی ها رو اصلا حقوقشون رو اهمیت نمیدم، ما پای جان پای مثلا اسرائیل وامیسیم. یکی از چیزهایی بود که اومد تو انتخابات درون حزبی انتخاب بشه. وضع اقتصاد انگلیس خب خیلی خراب شده. انگلیس قولایی که داده بودن جانسون، و جانسون اول مخالف بریگزیت بود و اون فراج و اینا که قول دادن و مردم تأیید کردن که از نظر نژادی که ما بهتر از اروپا هستیم و باید سوا بشیم، و ما اگه سوا بشیم خیلی بعضمون خوب میشه. در صورتی که این فقط شروع شد از زمانی که چند کشور فقیر اروپا شرقی وارد اتحادیه اروپا شدن، علل خصوص رومانی و بلغارستان. این دو کشور که وارد شدن یه تعداد نه خیلی زیادی ولی یه تعدادی اومدن انگلیس، یه سری از رومان ها، همون کولی ها، اینا اومدن تو انگلیس با ماشینایی که توش میخوابیدن و اینا کنار جاده ها مثلا کنار مزارع و اینا اطراف کرده بودن و از سیستم پزشکی مجانی انگلیس هم استفاده میکردن. همینو باعث شد که اون ملیگرایان شدید و نجات پرست مثل فراج و اینا که در خط ترامپ کار میکردن، اونا اومدن اینو بزرگ کردن که باید ما اینا رو چیز کنیم، باید ما از اتحادیه اروپا بیان بیرون و رفراندوم بذاریم و بریگزیت. و به هر صورت بعد از رفراندوم که اینا اومدن بیرون، بعد متوجه شد پارلمان بریتانیا که مشکلات و هزینه های خیلی شدیدی داره. شما با 27 کشور دیگه نه مرز داشتی، نه گمرک داشتی، نه حساب کتابی بوده، هر جنسی میرفته هر جنسی میومده. البته و حالا البته حساب کتابی میخوام برسم به همون چیز، چون این مسائل رو موضوع بحثمون نیست که وضع اقتصادی باشه. نه میخوام فقط برسم به همون، من میخوام روی این مسئله مکس کنیم که چگونه است که چنین مجوزهایی به طرز بی‌شرمانه بر علیه ملت ما، بر علیه مردم ما و بر کشور ما آشوب به پا میکنن، برای خودشون اونجوری چیز میکنن. بله میخواستم به همونجا برسم، فقط اون یه تیکه آخرش مونده بهتون خدمتتون بگم. وقتی که اینا از اتحادیه اروپا اومدن بیرون و بریگزیت شد، حالا متوجه شدن که مشکلات خیلی زیاد شد، مشکلات اقتصادیشون زیاد شد و اینا در ایرلند مشکل بزرگترین مشکل دارن، چون ایرلند جنوبی، جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی هممرز بودن، اختلافات قومی سیاسی داشتن، ولی چون جفتشون جز اتحادیه اروپا بودن دیگه مشکلات رفع شد. این مشکلات سر باز کرد بیشتر شد و وقتی وضع اقتصادی خراب شد، خب تظاهرات و اینا بیشتر شد، تقاضا برای گرفتن مجوز پروانه تظاهرات بیشتر شد، تا رسیدیم به جنگ اوکراین از 24 فوریه که جنگ شروع شد و اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا اینا اومدن پشت اوکراین و خیلی هزینه های جنگ رو قبول کردن. خود دولت انگلیس الان 50 میلیارد دلار برای امسال کم داره و این پولایی که داده وضع اقتصاد و خدمات رو کم کرده. خدماتی که کم کرده، خدمات پزشکی رو کم کرده، خدمات شهری رو کم کرده. خب مردمی که زیر فشار بودن برای سوختن بعد الان دو برابر سه برابر پول بدن،
اینا شروع کردن به تظاهرات و اینا، و دولت حالا اومده میگه که ما دیگه پروانه تظاهرات رو اصلا نمیدیم، خیلی کم شده، شاید شده 5%. هر کی هم بیاد تظاهرات کنه الان تظاهرات غیر قانونی است محسوب میشه، پس ما سرکوب میکنیم. بله اینا برای خودشون همیشه همه چی راه حل داره، ولی اگه یه کشور دیگه این کارو بکنه، چون که در خط سیاسی اینا عمل نمیکنه، اون محکومه، اون باید بیاد شورای حقوق بشر سازمان ملل تحت چیز قرار بگیره، مثلا بازرسی قرار بگیره و بیاد تو شورای امنیت و گزارش بدن اینا. ولی برای خودشون این چیز آزاده. اگه کسی تو ایران تظاهراتی بکنه، پلیس هم بکشه، عادیه، خواسته خوش دفاع کنه. ولی اگه تو انگلیس تظاهراتی، هر تظاهراتی بکنی الان و پروانه چون دیگه نمیدن غیرقانونی حساب میشه، پلیس میتونه سرکوب کنه و این کاملا قانونیه. اینو در آمریکا هم همینطوره. در آمریکا هم الان خیلی جا دیگه پروانه تظاهرات نمیدن، برای همین کارگران خطوط ریلی هم که میخواستن تظاهرات کنن خیلی جا پروانه تظاهرات هم نمیدادن و اینا رو مجبور کردن که، چون سران این اتحادیه سالیانه میلیاردها دلار پول میخورن، کارگران که چیزی گیرشون نمیاد، اتحادیه خطوط ریلی، کارگران خطوط ریلی سرانشون به دولت وصلن، ولی دیگه سران هم نمیتونستن کارگره رو تحمیق کنن که باشون کنار بیان. این تظاهرات که شروع شد و اعتصاب کردن رفتن هماهنگ شده بود با نبودن کافی سوخت دیزل در آمریکا. در مدت زمان کووید که چندین سال قبل حرف از اقتصاد و صنعت سبز زده میشد، خیلی شرکت ها فروش دیزلشون، شرکت نفتی فروش دیزلشون شدیداً اومد پایین، چون حمل و نقل دیگه نمیشد، پندمی بود، مردم تو خونه ها بودن، رفت آمد نمیشد و کلا دیزل تولیدش خیلی اومد پایین تو آمریکا. شرکت هایی که تولیدشون اومد پایین بعد کووید و اصلا دیگه اون تولید دیزل و بنزه مثلا 60% 70% کم کرده بودن، دیگه ظرفیت تولید نداشتن. و چون اگر بخوان دوباره ظرفیت تولید رو بیارن بالا، میلیاردها دلار باید خرج کنن و ضمانتی نیست، چون دولت داره میگه ما میریم طرف برقی کردن ماشین ها و صنعت سبز، پس اونایی که دیزل میفروشن دیگه نمیخوان تولیداتشون رو ببرن بالا. برای همینه که الان دیزل در آمریکا برعکس خیلی جای دنیا گالونی 2 دلار به طور میانگین از بنزین گرونتره. و این مشکل اینه که آمریکا چون سیستم خط ریلی قوی هم نداره مثل چین که خیلی سرت و سری داره، خیلی کامیونای تریلی 18 چرخ این اجناس رو جابجا میکنن و قیمت دیزل بالاست، خیلی گرون شده، تورم کمک کرد. و اگر این کارگران خطوط ریلی و قطارها میخوابیدن، شدیداً به اقتصاد آمریکا 2 میلیارد در روز تا 2.5 میلیارد دلار حدس میزنن که زیان میزنه که هیچ باعث میشد کارخونه هایی که مثلا اجناس به دستشون نرسه، باری که میخوام به دستشون نرسه، خب کارگر بیکار کنن، 2 هفته برو کار نداریم، خب اونم یه کمک فزاینده به اوضاع خراب اقتصادی میکرد. یعنی که شدیداً اومدن نه مستقیمن، ولی سران اتحادیه‌ها با ارعاب فکری کارگره رو آوردن تو خط که بیان چیز کنید، بیان کنار بیان، و آمدن کنار اومدن، ولی کاملا به خواسته هاشون نرسیدن و موقت، این خودشون میگن فعلا موقته تا ببینیم دولت به اون چیزایی که گفته عمل میکنه یا نه. تو دولت همه رو قول نداده ولی گفته اوضاع خوب بشه مثلا یه کار دیگه. بله همین تظاهرات که شما می‌بینید در آمریکا و کارگران ریلی می‌کنن، در ایران اومدن کارگره چی میگم کامیوندارا به خاطر سهمیه کم دیزل این کارو کردن، گفتم قیمت بار کمه و اگه دیزل بنزین کافی ما دیزل سوبسیدی ندین ما نمیتونیم
بار حمل و نقل کنیم و اعتصاب کردن. اعتصاب که کردن، دولت اومد اون سوخت دیزلشون رو بیشتر کرد و اعتصاب خوابید. ولی عده اغتشاشگر بر علیه کامیوندارا که برگشتن سر کار اعتراض که چرا برگشتن سر کار، به اینا تیراندازی میکنن، ما میان لاستیکاشون رو پنچر کنن، اما ما نمیخوام اعتصاب کنیم، چی خواستمون رسیدیم، میخوام برگردیم سر کار. اینا که دنبال دموکراسی هستند مثلا، که آمریکا و انگلیس و غرب هم دنبالشون هستند و میگن اینا آزادی خواهند، اینا میان ضرب و شتم میکنن کسانی که برگشتن سر کار. و من فرضیه خودم راجع به این به شما میگم، اگر شما یادتون بیاد در شیلی آینده آلنده 1973، وقتی که تظاهراتی که بر علیه ارتش و کسای دیگه و نیولیبرال های غربی ترتیب میدادن، وقتی خیلی این تظاهرات رو فروکش داد، آلنده خیلی آدم سیاسی بود، اینا رو فروکش داد، اومدن غربی ها و اینا کامیوندارا رو وادار به تظاهرات کردن، اعتصاب کردن که بارا حمل و نقل نشه، کشور بخوابه، و اون باعث شد که پینوشه اومد و کودتا کرد. یه عده فکر میکنن که تو ایران هم اینا رفتن بازخوانی تاریخ کردن، از همین تظاهرات بار تو ایران هم به خاطر اون برنامه شیلی فکر میکنن که این میتونه کشور بخوابونه اگه حمل و نقل کار نشه، مردم تظاهرات بیشتر میشه و یه عده بیشتر به این تظاهرات میپیوندن، که همچین چیزی نشده و مردم با خشونت هایی که اینا کردن، حتی اونایی که به حق اومدن تظاهرات آرام کردن، هفته های اول اومدن تظاهرات آرام کردن و به خواسته هایشون هم رسیدن، به مطالباتشون هم رسیدن، که همین الان میبینیم که گشت ارشاد دولت جمع کرد، حکومت از دیروز به گفته چیز دادستان کل کشور دیگه جمع شد. و خواسته های مردم برای ما مهمه، مطالباتشون اگه میگرفتن بدون خشونت ما میرادی نداشتیم، میامدن تظاهرات میکردن، میامدن میگفتن خواسته های ما اینه، مثلا مهسا امینی مثلا کشته شده، ما نمیدونیم چه جوری کشته شده، بر صورت اون مرحومه جانش از دست داده به هر دلیلی نباید میشده، ولی خط اومدن کشیدن به طرف این که اغتشاش کنن. و دیروزم رابرت مالی روز شنبه میگه ما در مذاکره رو با ایران نبستیم، ولی دیگه این مذاکرات سخت شده چون اوضاع سیاسی داخل ایران به هم ریخته و ایران از ماه اوت که دیگه مذاکره نمیکنه با ما، خواسته های فرابرجامی خواسته، در صورتی که ایران هیچ خواسته فرابرجامی نداشته، ایران گفته به همون قرارداد 2015 که ناقص هم بوده، به زیان ما هم بوده، به همون ما پایبندیم، ولی دیگه ما امتیاز بیشتری نمیدیم. اینا میگن امتیاز بیشتری باید بدیم، پهپادیتون رو بدیم، همون کاری که روز اول اوباما میخواست انجام بده. و ما میگه ما طرح پلن ا و بی داریم، بین طرح یک و دو ما این سیاه و سفید نیست، این خاکستریه. خب این خاکستری یعنی چی؟ یعنی شما رو میذاریم بین زمین و هوا، هر موقع بخوایم میتونیم حمله نظامی بکنیم، هر موقع نخوایم میتونیم باهاتون کنار بیان، یا اگه شما بچه خوبی باشین بیان هر حرفای ما رو گوش کنین، هر چی ما میگیم ما میتونیم با شما کنار بیان. این خواستم فقط بهتون بگم که این در مورد اعتصاب کانوندارا، الان حمل نقل ریلی تو ایران تکمیل نیست، بخش زیادی این کوریدور شمال جنوب و آسیای میانه به اصطلاح با کامیون صورت میگیره و حجم مبادلات هم به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده با اون منطقه. اما اینا میخوان این اقتصاد کشور رو با آشوب کامیوندارا رو به اعتصاب کشوندن تکمیل کنن، بعض وقت هم به شیوه های کاملا عربده کشان متوسط میشن برای این کار که پنچر میکنن چیزشونه، حتی دستگاهی رو توی این تلویزیون های خارج
تبلیغ میکنن که چگونه میشود قطار را از ریل خارج کرد. برای گذشته از این که این کار آسیب به انسان ها میرسونن، آسیب به بار میرسونن، آسیب به کشته شدن بچه ها میکنن. فیلمشه نشون داد، من دیدم این رو. خبر حساب اعتباط و اینا که به سبب تبدیلش کنن، در همین رابطه یکی از کامیونداران میگه به شخص اعتصاب اعتصابی نمیبینم، میگوین جاده خلوت است، اما ما مدام در رفت آمد هستیم و تا کنون چیزی مشاهده نکردیم، همچنان مشغول به کار هستیم. هنوز برادر و جاده ها در امر باربری فعال هستند، اینا میخوان برادر و جاده ها و این چیزها رو مختل بکنن. اعتراضی هم اگر باشه درجه اول متوجه کمیسیون باربریه، یعنی شرکت های باربری هستن، چند برابر میزان قانونی از ما حق کمیسیون میگیرن، قانونن 8% که بار میدن و باید بدن، اما در عمل 25-30% کمیسیون میگیرن. این خواسته برقشونه، خواسته عادلانه شونه. طبعا این مسئله رو به سرا چیز میکنن، روش تاکید میکنن. اما از مجموعه این طرح ها و بخصوص بازی فوتبال و اینا میگه بخوایم دنبال بکنیم، یه طرح عملیاتی حمله به ایران در این مجموعه بوده، عناصرش چیز هست که در بیانیه مربوط به شب به مانوری که انجام دادن، مانور بین اسرائیل و آمریکا، از این عملیات تاکتیکی تمرین میشه شبیه سازی حمله به ایران و نیروهای نیابتی در منطقه به سرات چیز بکنن. این مانور سه روزه در پی سفر آقای کوخابی بوده و با آمریکا، و ملاقات و گفتگو با ژنرال مایکل کوریلا بوده، فرمانده گروه های تروریستی ستکام. کوخابی در بازگشت از آمریکا گفت ارتش صهیونیستی با سرعت بیشتری علیه استقرار ایران در منطقه عمل خواهد کرد. خب این به اصطلاح یه مجموعه ای است که با اعتصابات، تظاهرات، شورش ها و اینا همسوه. نگاه بکنید میبینید که در قبل از این به اصطلاح این تیشرت سیاه ها، یعنی این چی میگن گردان اولیگانی یا داعشی، در تیشرت سیاه ها در استادیوم در قطر شعار میدن، شروع میکنن فعال کردن. و یک کنفرانسی هم هست که مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون به دعوت نازنین افشینجم، همسر پیتر مکی وزیر دفاع اسبق کانادا در شرکت میکنن که مدیر پروژه ناتو در جنگ لیبی بوده. در کنفرانس هالیفاکس نشست امنیتی ناتو اینا شرکت دارن. پس بنابراین اونجا مشروعیت بخشیدن به حمله به اصطلاح چیز میکنن. همزمان با اون در گذشته یه هفته فاصله شورای حقوق بشر جلسه میذاره و بازی رو شروع میکنن. و از این دست مسائل به اصطلاح موقعیت جنگی رو پیش میبرن. این از این جمله برای عادی سازی جنگ علی مردم ایران تمام تدارکات رو میبینن. خیلی
مشخص میشه که چرا تیشرت مشکی ها تیشرت سیاه ها با صرف هزینه های سنگین از شهرهای مختلف اروپا جمع آوری میشن و قطر میان تا علی تیم ملی ایران شعار بدن. هدف آنها این بوده که با زیر سوال بردن هویت ملی تجاوز نظامی آمریکا را عادی کنند، تجاوز نظامی ناتو را عادی کنند. همطور اینجا هم به کلمات و مفاهیم یه دگردیسی صورت میگیره، در حالی که آمریکا نتوانسته رو مقصر برجام مقصر شکست این مسئله رو مثلا مطرح کنه. بازی رسانه و تبلیغاتی جریان متخاصه این پدیده رو به علت باجخواهی ایران، باجخواهی هسته‌ای گفتن ایران میخواه بکنه و در نیجه اجماع جدید و در افکار عمومی در داخل و خارج در ایران سازمان میدن و طرفدارای برجام هم شروع کردن تو داخل این تز رو دامن زدن که شکست برجام خب زیاده خواهی ایرانه. در صورت پیران سیاه ها بهتر بگم سربازان مزدوری هستن که در خطر با بالا بردن تابلوی حمله نظام مردم ایران برای جنگ های خیابانی هم به صورت جدی آماده می کنن. مسئولیت حمایت از این جنگ ها در صورت وقوع حمله نسل‌کشی اینا مسئله مداخله رو اینجوری ترتیب بخوام بدن تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه، نقض حقوق بشر، دادگاه بین المللی برای ایران، همه این چیزا رو همزمان در عرض که دو هفته اینا سرهمبندی میکنن و قطعنامه اتحاد برای صلح و اینجور چیزا. در صورت این آشوب سازی نیابتی در دوحه آغازگر نقشی است که با حمله نظامی به تاسیسات کشور بمباران تهران قیام مسلحانه هسته‌های مزدور منافقین در تهران و شهرستان ها و همینطور جنگ مسلحانه در کردستان برای تجزیه و جنگ مسلحانه در بلوچستان همزمان همه این عملیات سازماندهی می شده. این زنجیره براندازی با عملیات روانی در میدان صورت میگیره و به خاطر همینم این بازی رو یعنی چیز میکنن که در شکست با انگلیس پرچم انگلیس میره بالا و شکست ایران از آمریکا میبینی که به طرز گسترده در کردستان پرچم آمریکا را میبرن بالا، یعنی که بسترسازی برای این که ببینید مردم ایران مثل کار دوست خونشون رسیده و از سربازهای آمریکایی مثل استقبال میکنن در ایران. یه همچون مجموعه به هم پیوسته در حال شکل گیری بوده و به شکست کامل هم منتهی شده، چون این تهدیدهای نظامی رو من در نوع خودش به اصطلاح چیز میدونم، بی اثر میدونم و یکی از دلایلی که غافلگیر شدن اینها این بود که موشک هایپرسونیک ایران به اصطلاح به موقع یک اخطار شدید به اینا داده که با بمباران تل‌آویو بمباران شهرهای دیگه که جز متحدین آمریکا هستن روبرو خواهند شد. این طرحشون در صورت به این صورت در همه طرحشون در اعتصاب کامیونداران، در اعتصاب معلمین، در اعتصاب کارگران نفت، نه همه رو کاغذ باقی مانده. در صورت
پیش نرفته و در نیجه انتظارم میرسه که خیلی عصبانی بشم و انتظارم میشه داشت که فرد فراگویی در رسانه‌های لندنی زیاد بشه و با اینا فاقد وجدان خبرنگاری هستن، دروغ زیاد میگن. مثلا فرض کن این بابا کی بوده؟ رونقی زندانی که بوده، گفتن 65 روز یا 60 روز اعتصاب غذا کرده، با 60 روز اعتصاب غذا آقای برنی سنس اون ایلندی 65 روز بابی سنس به اصطلاح مرد بیچاره در دوران ملکه آهنین خانم چی بود اسمش؟ تاچه. ولی نمیدونم تو ایران مثلا گنجی هم این گفتن اعتصاب کرده. من نمیدونم این زندان های ایران چجوری است که اعتصاب غذا بکنی خوشگلتر میشی، قوی تر میشی. آدم معجزه میکنه اینا. دیگه دو پای گفتن شکسته، یعنی وجدان خبرنگاری دید سقوط کرده، دو پای شکسته قلمش کردن. یعنی چجوری است شکستگی پا تو زندان اوین یا زندان ایران چقدر زود خوب بشه اینا؟ و حوادث عجیبی است. در صورت این قضیه فقط و فقط از عهده انترنشنال در میاره که معجزه میکنه. طرف به قول معروف گوزیلا است، میره زندان، یه مرده نازیلا بیرون میاد. طرف خورم هم مثل من چیز ضعیف اینا، میره پیرا میاد اتصاب قضا میکنه 60 روز، هرکول میاد بیرون. و این چیز عجیبی در صورت به خاطر این میگم که یه دورانی هستیم که هذیانگویی خیلی زیاده. من خوشحالم از این که گشت ارشاد رو برداشتم، برای اینکه مدت ها قبل از این من برنامه داشتم در مورد این مطلب، من مثال زدم، حتی خیلی نزدیک یه سال پیش بود، 6 ماه پیش بود، 3 ماه پیش بود، گفتم از حزب الله لبنان یاد بگیر. حزب الله رو لبنان در صداقتشون، در انقلابی بودنشون، در همه هیچ مثلا تردید نمیشه بکنی، در ایمانداریشون. ولی نگاه بکنی تظاهرات که میکنن با حجاب و بی حجاب و کم حجاب و به اصطلاح حتی لختی، یعنی به مقیاس ایران لختی میشه، کنار هم تظاهرات میکنن، کنار هم زندگی میکنن، کنار هم چیز هستن. ولی این طرح بسیار بیارزش گشت ارشاد یک زایه بود که به قول معروف بیشترین آسیب رو به وجه اقتدار پلیس وارد کرد. و هرچقدر اختار و بنا گفته شد از طرف داخل خارج متاسفانه گوش دادن. و به خاطر این میگم که همیشه زمان رو از دست میدن، زمان رو از دست دادن خیلی بده که اتفاق میفته در این زمینه. در صورت این پروژه که به کار رفته اینا بودن، این برنامه داشتن کاملا روش کار کرده بودن، لازم توریک هم قشنگ بود این کار رو بکنه، اول بسرا دانشجوها، بعد محسنین، بعد اعتصاب شهرها، تسخیر میدانها، بعد میدانها رو به هم وصل کنی، همش رو نقشه خیلی قشنگه. بعد نمیدم چرا پیش نرم. بعد کردستان قیام مسلحانه، بعد بلوچستان، بعد اتصاب سرتاسری، بعد فرج میکنی اقتصاد رو،
همه اینا رو نقشه است و با خورم مورهای هم میتونم وجود داشته باشن که در داخلم در صورت پول میگیرن، چون خبرنگارهای اینترنشنال با پولای وحشتناکی میگیرن. خبرنگار معمولیش 80,000 پوند در سال میگیره، آدم های اسپرستارش تا 180,000 پوند و 250,000 پوند میگیرن. مثلا اون بابا رئیس چیزی اون منطقه چیزیشون هست، آقای کی اسمشه، رئیس بی بی سی، رقم ها در صورت بسیار بالا است. به همین دلیل هم سعی میکنم خودشون با عرضه نشون بدن پلو اربابشون که ازش حقوق میگیرن. و همین دلیل آمار اعتصابات، آمار تظاهرات، آمار شهرها همینطور میبرن بالا. یکی که آقای بن سلمان ازشون راضی باشه دیگه، و اونم بدبخت آقای بن سلمان را هم دچار توهم کردن که این آمار عجیب و غریب رو میدن اینا. بفرمایید در خدمت هستم. اگر بفهم در باره مأموریت گروه حقیقتیاب خواستم یه توضیح بدم. ببینید گروه حقیقتیاب وقتی میاد جلو که مثلا شکیه که یه حکومتی با مردمش بدرفتاری کرده، یا گروهی ضد حقوق بشر عمل کرده، یا حقوق انسانی رو لگدمال کرده، خب دیوان کیفری لاهه دو گروه که اینا بعد با هم شدن، یکی از افغانستان یکی از عراق، ویدیو فیلم اسناد کامل آورد سرباز آمریکا چه جنایات جنگی در این دو کشور کردن، یعنی رفتن تو خونه مردم تجاوز کردن، کشتن اینا. بعد دیوان کیفری لاهه اینا رو خوب خودش بازرسی کرد و به این نتیجه رسید که تخلفاتی شده. حالا نگفتن چی؟ تمام این برنامه که واسه ایران میخوام بکنن، میخوام برسوننش به دیوان کیفری لاهه. خب درباره سربازای آمریکا تو افغانستان و عراق این برای دیوان کیفری مهم شده بود که بله یه تخلفاتی شده و اینا خواستن بازرس اصلیشون که قاضی بود بفرستن آمریکا که بیاد با اون سربازا یا با فرماندهان اون سربازا اون گردان ها صحبت کنه، فقط صحبت کنه ببینه مثلا چی بود. پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا گفت که اصلا دیوان کیفری حق نداره راجع به آمریکا هیچ تحقیقاتی بکنه و ما اصلا ویزا صادر نمی کنیم که این بازرس دیوان کیفری لاهه که بنیانگذارش خود آمریکا بوده، مثل دیوان کیفری بوده که واسه هیتلر درست کردن زمان خودشون بودن. پس این و شما ببینید ایران که گفته ما اصلا به این گروه همکاری نمی کنیم، این اهانت به ایران و هیچ همکاری نخواهیم کرد. در چندین مورد قبلی هم حتی ویزا ندادن که بازرساشون به ایران بیان، چون که خود آمریکا این کار رو کرده. در بنادر نیکاراگوئه CIA اومد بمبگذاری کرد و نیکاراگوئه، دولت نیکاراگوئه پرونده رو آورد به دیوان کیفری لاهه و برنده شد. آمریکا هم گفت اصلا دیوان لاهه حق نداره راجع به ما حرف بزنه، ما ابرقدرتیم. حالا اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان ما رو ببرن دیوان کیفری لاهه که خودشون قبول ندارن، ایران ببرن اونجا تصمیم بگیرن چیکار کنن که بعد مثلا دیوان کیفری اگر متوجه بشه که ایران تخلفاتی کرده، حکومت ایران تخلفاتی کرده، جنایتی کرده، بیاره به شورای امنیت. خودشون که میدونن این شورای امنیت که چین و روسیه وتو خواهند کردن، اینا فقط چیه؟ فقط سر و صدا برای اینکه اگر بخوان حمله کنن بگن ببینیم ما از اون راه رفتیم، نشد، ما خواستیم راه مسالمت‌آمیز بریم. و آمریکا، ناتو در حمله به
عراق ثابت کردن که اصلا اجازه شورای امنیت تو فصل 7 لازم ندارن، خودشون هر موقع بخوان حمله میکنن. در لیبی هم اومدن روسیه و چین رو وول زدن، گفتن ما فقط منطقه پرواز ممنوعه میخوام ایجاد بکنیم که مثلا اگه قذافی داره حمله میکنه مردم خودش با هواپیما اینا حمله نکنه کسی رو بکشه. به بهانه منطقه پرواز ممنوعه وارد جنگ شدن، اصلا دیگه جنگ از بالا بمبارون میکردن نیروهای قذافی رو که خودش رو اون شهر سرت تو لوله فاضلاب اونجا دیگه رای فرارش چند نفر فرستادن کشتنش. اینا همش جهان تک قطبیه و همونی که آمریکایی‌ها وقتی هر حرفی میزنن، حتی نانسی پلوسی که رفته بود تایوان میگفت rules based international order، نظام جهانی بر پایه اصول. این rules based international order که نه هیچ کس غیر از غربی ها قبول نداره، نه چین قبول داره، نه روسیه قبول داره، نه کشور مستقل، چون اینا میگن قانون جهانی بیخیال، اینی که ما میگیم، این قوانینی که ما میگیم باید انجام بشه، ما تعیین میکنیم چی قانونه، چی نظام دنیاست و قوانین بین‌الملل که چندین معاهده پاش امضا کردیم، پیمان ورشو، پیمان روم، اینا اصلا برای ما اهمیت نداره. و شما میبینید خودشون اهمیت نمیدن به قوانینی که امضا کردن، ولی دیگران رو مجاب و ملتزم میکنن که قوانینی که ما قوانینی که امضا شده باید انجام بدیم. خب خود شما که انجام نمیدید. بعد آمریکا در بدترین شرایط اقتصادی میاد یه دونه جنگنده جدید درست میکنه به نام ریدر 21. این B-21 692 میلیون دلار هر یه دونش تموم میشه، 692 میلیون دلار. پروژه قبلی این نسل 6ه، پروژه قبلی F-35 بوده که این هواپیما بالای 100 میلیون دلاره و 1.6 تریلیون دلار کل پروژه خرج برداشته. 375 هواپیمای آخرش که معیوب بودن و اینا همه این هواپیما معیوب بودن. قبلا هم اینا یه پروژه 400 میلیارد دلاری داشتن به عنوان یه هواپیمایی که با ملخی مثل هلیکوپتر بلند میشد بهش آسپری میگفت که اون رو گذاشتن کنار، این میرفت میخورد زمین سرباز آمریکایی اینا کشته میشد. این F-35 که 100 تاشم قرار به آلمان بفروشن اکثرشون معیوبه. پروژه 1.6 میلیارد تریلیون دلار خرج برداشته، 1.6 تریلیون، یعنی کل نفتی که از اول تاریخ دارسی تا حالا ما فروختیم 1.6 تریلیون نشده، یه هواپیمای خرج خورده بهش. 375 تا آخر معیوب و خود پنتاگون خریده، حالا اینو رو کردن اومدن این هواپیمای B-21 که ریدر که 692 میلیون دلار هر یه دونش نسل ششمه خرج برمیداره راه انداختن با 31 تریلیون دلار بدهی. فقط اینا میخوان چیکار کنن؟ از با زور نظامی، نظامیگری این هواپیما حتی قادر بمب اتم بندازه. این با نظامیگری دنیا رو من خودشون کنن. همین حرفایی که لاوروف تو بعد کنفرانس اروپا زد و سخنانش واقعا از اول از 1975 کنفرانس هلسینکی که اومدن با کنار اومدن با غرب، غرب و شرق اومدن با هم کنار اومدن، اومدن گفتن که باید با هم کنار بیایم، نمیتونیم دنیا رو اینطوری اداره کنیم، مشکل میشه. لاوروف میگه، لاوروف در به خاطر بیاوریم 1990 نگه جو جلوترش دارم، میگه 1975 ما اومدیم کنفرانس هلسینکی رو درست کردیم که چی؟ که بتونیم شرق و غرب با هم تعامل کنن، درگیری نشه. اگه این درگیری رو بخواد شروع بشه برای جفتمون بده، هر دو نیروی اتمی هستیم و این مشکلات رو ایجاد میکنه و برای ما خوب نیست. لاوروف در رابطه با کنفرانس OSCE
میگویند اعضای ناتو به طور فزاینده‌ای تسلط خود بر دنیا را اعلام می‌کنند و این پیمان منطقه‌ای اقیانوس هند در از مسئولیت های خود میدانند و ناتو اومده حتی منطقه اقیانوس هند آرام ایندیو پاسیفیک هم میگه جزء مسئولیت های ماست. اصلا پیمان ناتو آتلانتیک شمالی بوده، آتلانتیک شمالی بین آمریکا، کانادا و اروپای غربی بوده، اصلا ربطی با پاسیفیک و هند و پاسیفیک نداشته، اقیانوس هند و پاسیفیک آرام. و اینا اومدن برای ساکنین منطقه، برای اینا هم تعیین تکلیف میکنن که چیکار بکنیم. وقایع ما فقط به اروپا و ساکنین آمریکای شمالی ربط نداره، بلکه به نمایندگان همه کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای در حال توسعه که میخوان به آنها دیکته کنن، ربط پیدا میکنن که جاه طلبی های جهانی خود رو اعلام کرده و مناطق آن برای مناطق آن طراحی میکنن. چرا ما خواستیم این کنفرانس مطبوعاتی رو امروز برگزار کنیم؟ رویداد شورای وزیران اوسی نامیده میشد که امروز در لودز به وقوع پیوست، دلیل خوبی است که ببینیم که نقش این سازمان در از بدر تاسیس باز چه نقشی این بازی کرده. قانون نهایی هلسینکی فاینل اکت 1975 به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی در از زمان خود محسوب میشد که منادی دوره جدید از روابط شرق غرب بود. معاذ تعداد مشکلات مرتبا انباش شده، حالا OSCE تعداد خیلی زیاد مشکلات انباش کرده و پیش بینی و تخمین ژرفی در ریشه و دوران شوروی سابق دارد. دهه 1980 و 90 موقعیت های دست رفته تعدادشون خیلی بیشتر شد و اینجا داره میگه که یکی یکی تر پیمانی که ناتو و غرب اومدن با ورشو، پیمان ورشو و روسیه شوروی امضا کردن، کنار اومدن، تعامل کردن، تمام دونه دونه زیرش زدن. وقتی که رسیدیم به 1990 جنگ سرد عملا به پایان رسید و پیمان ورشو منحل شد، اینا قرار بود پیمان ناتو رو و منحل کنن. در اون دوره مثلا 13 کشور بود جزء پیمان ناتو، تا 1999 که حمله کردن به حمله جنایتکارانه کردن به یوگسلاوی، 80 روز بمبارون کردن، کشور نابود کردن، 8 تیکه کردن، 16 کشور جزء اتحادیه جزء این ناتو بودن، الان 30 کشوره. و هی فکرها رو فزاینده به طرف شرق و روسیه اضافه کردن تا رسید به اوکراین که ما بهشون توضیح دادیم که در اوکراین برای ما خیلی اهمیت حیاتی داره. 2014 و 2015 بعد از جنایاتی که در شرق اوکراین در دونباس شد، قرارداد مینسک 1 و 2 امضا شد توسط پروشنکو و زلنسکی در انتخاباتش به عنوان که من پیامبر صلح هستم از 72% آرا رو آورد که اکثرش هم روس تبارای شرق اوکراین بودن بهش رأی دادن، چون خودش روس تبار، روس اصله، یعنی به اوکراینی که صحبت میکنه لهجه داره. و شما انجام ندادیم و رسیدیم به دنیا رو رسوندیم به جای خطرناک و جایی که پیمان و ناتو فکر میکنه دنیا رو میتونه هر کاری باش بکنه. ما نباید کاری داشته باشیم، فقط ما رو تضعیف کنیم. بعد هم بعد از یوگوسلاوی، بعد از یوگوسلاوی حمله کردیم به عراق، به لیبی، به کشورهای دیگه بدون هیچ اجازه و مشورتی از شورای امنیت، شما خودتون تعیین کننده بودیم. پس بله، البته بعدم این رئیس شورای اروپا که فرمودین، چارلز میشل به روزنامه ایتالیه کورر دلسورا میگه که تاثیر اقتصادی بر اتحادیه اروپا و آمریکا در این جنگ یکسان نیست، چون آمریکا صادر کننده سوخت و وارد کننده و این باعث ترغیب می شوند که شرکت اروپایی به آمریکا بروند و صنعت زدایی شتاب بگیرد در اروپا. البته نشریه پولیتیکو آمریکایی هم خودش هفته قبل اینو گفته بود که اروپایی ها کاملا ناراضی هستند، ناخرسندند و حتی ایشون میگه من نمیخوام بگم خیانت کرده آمریکا با ما، ولی وقتی شما میدونی یکی میگه من
نمیخوام بگم خیانت کرده، یعنی به ما خیانت شده خیلی به طور غیر رسمی. بعد حتی ماکرون که اومده بود آمریکا گفت که شما در عمل پشت پرده اینو گفته که شما در عمل همون کاره ترامپ رو میکنی ولی با پنبه سر میبری. مثلا شما الان وضع اقتصاد اروپا خرابه، شما داری گاز و سوخت به ما میشین 4 برابر قیمت، شما سود بردین، ما در این جنگ صدمات شدید خوردیم، حالا میان 400 میلیارد دلار سوبسید بدیم به شرکت های آمریکایی که نتونیم دیگه با اونا رقابت کنیم، انقدر اونا پول پشتشونه و سوبسید گرفتن که ما نتونیم با اینا رقابت کنیم. خب ترامپ هم که سال اولی که اومد سر کار 2 تریلیون دلار به این شرکت ها داد که شرکت های اروپایی رو اپ بین ببره که ما نتونیم سر پا وایسیم، ما تازه تونستیم داشتیم از اون در می اومدیم از اون فشار، شما دوباره اینو به عنوان اینکه تورم زدایی کنین و اقتصاد سبز درست کنین، این 400 میلیاردی که دادین واقعا داره فشار ما زیادتر میکنه. قوانین سازمان تجارت جهانی این بود که هیچ کشوری به شرکت‌های خودش سوبسید نداره نده و اقتصاد به صورت آزاد به عنوان عرضه و تقاضا کالا به فروش برسه بدون دخالت حکومت ها. اینا مرتبا میگفتن چین دخالت کرده یوان میاره پایین که صادراتش بره بالا، مرتبا اینو میگفتن. حالا خودشون 2 تریلیون اون دفعه بگو شرکت های بزرگ کمک کردن عجیب مردم بدبخت آمریکا و 400 میلیارد این هفته دوباره گذاشتیم به شرکت های بزرگ آمریکایی بدین، صنایع بدین که اینا بتونن پا بر جا وایسن و شرکت های اروپایی و اینا نتونن دیگه با این سوخت های گرونی که الان شده دیگه. اینا آلمان اگه گاز نفت روسیه نبود که اقتصاد اول اروپا نمیشد. حالا که ما در اون حالت نیستیم و نمیتونیم رقابت کنیم، 400 میلیارد هم شما دوباره داریم میدیم و طبق سازمان تجارت جهانی شما نباید این کار رو میکردیم، باید این جنس به قیمت عرضه و تقاضا فروش بره. مثل این کار احمقانه که سقف قیمت نفت روسیه رو 65 دلار کردن. خب این سقف قیمت نفت روسیه رو که شما 65 دلار کردین 60 دلار کردن ببخشید، 65 دلار که روسیه داره خودش به طور معمول با تخفیف میداده به چین و هند میسوخته و هند یه مقداری از همین نفت رو به اروپا میفروشه. مگه هند تولید کننده نفته که داره نفت میشه به اروپا؟ حتی عربستان از روسیه نفت میخره و به اروپا و به جای دیگه میفروشه. نه، عربستان از روسیه دیزل و سوخت تصفیه شده میخره و نفتش میفروشه به اروپا. خب چه فرقی میکنه؟ اون روزی 1 میلیون بشکه که داره سوخت وارد میکنه، 500 هزار بشکه داره سوخت وارد میکنه از روسیه، داره به شما میفروشه مثل که خود روسیه داره به شما میفروشه. فرقش چیه؟ اینا گول زدن خودشونه و کشوری که منابع طبیعی داره، منابع طبیعی بالا داره و دست و بالش بازه مثل آمریکا. الان اروپا به اوضاع اسفناک اقتصادی رسیده چون که منابع نفت و گاز نداره. آمریکایی‌ها که دارن خب زیاد زیر فشار نیستن، اقتصادشون لطمه خورده ولی نه اون لطمی که اروپایی‌ها خوردن چون هیچ منابعی نداشتن. اینا فقط اتحادیه چی میگم کشورهای آفریقایی و کشورهای جهان جنوب که به قول ما میگیم جهان جنوب و از اینا ارتزاق میکردن، از اینا با بردهداری با چه عرض کنم با مستعمره کردن اجناس اینا رو، منابع طبیعی اینا رو به قیمت مجانی، مثل همین هند که میگه الان تا اومده سوناک اومده نقصد شده میگن 47 تریلیون دلار ما در این مدت از ما دزدیده شده و میان کشورهای اروپایی رو خودشون رو خوب کردن، مثلا خدمات به مردم دادن و فکر میکنن که کار عظیمی کردن. خب شما این پولو با پول کسای دیگه کردین، پول خودتون که نبوده، از جای دیگه دزدیدین جمع کردین آوردین تو اروپا این کارو کردین. حالا آمریکایی‌ها خودشون یه کشور وسیعی دارن که منابع طبیعی رو داره
و چون طیف و میل و فساد در آمریکا بیشترین در همه دنیاست. این آماری که به شما میدن میگن این کشورها فسادشون بیشتره، چون آمار خود غربی ها درست میکنن و آمریکا رو توش زیاد بد نشون نمیدن. به مقدار پول و درصدی از پول که در آمریکا فساد میشه هیچ جای دنیا نمیشه. همین توی همین جنگ که... افغانستان و جنگ افغانستان نشون داد که چقدر فساد مالی شده، دزدی شده. بعد این مسئله هم اضافه کنم که در صورت قیمت استخراج نفت روسیه بین 20 دلار تا 40 دلار هستش دیگه، و اینا سقف تولید 60 دلار کردن و این به شدت قیمت رو با در سطح جان بالا میبره. و اینا تحت عنوانی که همون تجارت آزاد و بحثات بالا مطرح میکنن، ولی در مورد خودشون چیز به انحصار قیمت به وجود بیارن. در صد بازکو کشورهایی که سقف قیمت تعیین میکنن 60 دلار در هر بشکه و نه به هیچ هزینه دیگری نه عرصه نکرده. به این کارشون ضربه به خودشون است. همونطور که تحریم های اقتصادی روسیه باعث شد که ضربه وحشتناکی به اقتصاد اروپا بخوره و همینطور این کارشون و توهم بی که هزینه های این جنگ اوکراین برای اروپایی ها فاجعه بار بوده. الان غیر از این که تعداد 2 میلیون اوکراینی در لهستان هستن، 1.5 میلیون در آلمان هستن، قراره که این بعد از این توی زمستون کلان گرفتار شده و برخش و این تمام از بین رفته، 1.5 میلیون دیگه قراره بیاد آلمان. الان بحران پناهندگان به شکل وحشتناکی داره گریبانگیر اروپا میشه. مردم هم همکاری نمی کنن. قبلا فضای مساعدی ایجاد کرده بودن که اینا دیگه پناهنده اروپایی هن، پناهنده فرچش آبی هن، فلان هن، و به خونه خودشون را میدادن. الان هم چون وضعیتی که به وجود اومده و این مسائل اقتصادی و اینا که روز به روز کشورهای اروپایی در مثلا تورمش به طرز وحشتناک میره بالا، رفته بالا. الان قیمت انرژی، قیمت کرایه خونه، همه اینا به شکل غیر قابل کنترل رفته بالا و موج پناهندگان هم که بیاد اختلاف در اروپا شدید شده که تعیین سهمیه کنن، یعنی هر کشوری یه تعدادی رو ببره. و توی اینجا هم یه سری کشور هستن که حاضر نیستن اصلا پناهنده بپذیرن. یک بحران همه جانبه هم توی اینجا شاهدش هستیم که وجود داره. و این مسئله را اضافه بکنیم که موج جدیدی از ترامپ داره میاد بالا، بش خیلی هم گویا شانس داره. دعوای رسانه‌ای شروع شده، مثلا اتحادیه اروپا تصویب کرد تحریر رو با عنوان خدمات دیجیتالی که از سال 2024 اجرایی میشه. موجب این این قانون بستر فضای مجازی موظف محتوای خودش رو بر اساس قواعد و قوانین اروپا تنظیم کنه، سانسور کنه. ایلان ماسک هم دقیقا همونطور که کاربر قدیمی میدونن، واقعیت این وضع اینه که توییتر در کسب اعتماد و تأمین ایمنی ناموفق بوده و مداخلات، یعنی اروپایی ها میگم
من از قصد ایلان مارک برای آماده کردن توییتر جهت تطابق با طرح دیجیتال استقبال میکنم و سانسور محتواها را به مقدار چشمی تقویت میکنم و با دروغ پراکنی مقابله میکنم. منتظر به اصطلاح شرایط مشاهده وضعیت در این زمین هستم. یعنی تد اینا به خودشون اجازه میدن که از حالا چیکار بکنن تحت عنوان دروغ پراکنی جرم است و فلان اینا به صورت قانون اروپا را چیز بکنن که این نظرات ترامپ و اینا وارد اتحادیه اروپا نشه. و ولی از این طرف نگاه بکنید این رسانه اینا به جهان سوم و روسیه، چین و ایران میبیشه چقدر دروغ میگن در موردش، چقدر فضا تازی میکنن. مثلا همین تظاهرات در 70 روز بیشتر طول کشیده چقدر میگن تعداد کودکان کشته شده. یعنی اولا سن افراد رو تا 16-17 سال کودک معرفی میکنن، یعنی دو تا کودک در صورت به ناحق به ناجوان مردانه کشته شده به دست تروریستا، یکی در شاه چراغ، یکی هم تریزه، که هر دو تاش عملیات تروریستی بوده. ولی این از فراموش کردن که همین این خودشون در عراق 500,000 کودک رو کشتن. نمیدونم چه در افغانستان 70,000 کودک و اینا کشته شد، در یمن طرز وحشتناکی در گرسنگی مردم رو چیز کردن و کودکان بسیاری کشته شدن. بمب، یعنی مدارس کودکستان ها رو بمباران کرد و به طرز عجیبی این آدم ها که مثلا در مورد ایران دروغ میگن. و اینجا در صورت وجدان خبرنگاری حکم میکنه که اگر حقوق بشر میگن بشر فرق نمیکنه، چه یمنی باشه، چه افغان باشه، چه ایرانی باشه، چه عراقی باشه، چه فلسطینی باشه یا حتی اروپایی باشه. ولی این خبرنگارا اینطور وجدان خبرنگاری که اینجا ندارن، شب و روز 24 ساعته دارن کار میکنن ای مسئله ایران رو برجسته میکنن. در صورت این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان عزیز، چرا لاک نمی کنید؟ چرا کمک نمی کنید؟ چرا همکاری نمی کنید؟ و در صورت خیلی ممنون ازتون که همینقدر همکاری را دارید. ولی در صورت مشکل زیاد است و با کمک هم میتونیم مشکلات رو حل کنیم، با کمک هم میتونیم مقابله کنیم با جنگ هیبریدی، مقابله کنیم با جنگ بی شرف ها. و واقعا اینا که این دروغ ها رو میگن و قصد آشوب و بسرا چیز در مملکت دارن، تجزیه کشور رو دارن، جنگ وارد کشور میخوان و ابایی ندارن از این کار، اونا هم بیشرف هستن. یعنی راحت ما، یعنی سواد زیادی هم نمیخواد که این توطئه ها را تشخیص بدی. ولی متاسفانه یه وضعیتی وجود آوردن که این کار بکنن در زمین خبرنگاری. در صورت این مسئله که دقیق باشه، خبر سریع باشه، به سرعت به اصطلاح جامع باشه، ساده بیان بشه و اینا در صورت اصولی است که باید راحت بشه. ولی در زمینه این متاسفانه خبرگزاری ما، خبرنگارای ما چیز هستن، دستگاه خبرپراکنی ما بسیار ضعیفه.
من پیشنهاد میکنم به دولت ایران که هم این کار رو در زمینه خبرگزاری ها همکاری نزدیکی بین خبرگزاری چین، روسیه و ایران به وجود بیاد که در امر خبررسانی و اطلاع رسانی به صورت مجتمع عمل کنه. همونطور که در زمینه اقتصادی دارم میکنم، در زمینه دیپلماسی هم همگی باشده بیشتر میکنم، در این زمینه فرهنگی، هنری، خبری اینا رابطه شونم به شدت نزدیک کنم، چون اینا در دنیای غرب یک قول بی حیای بی چشید روحه که عبایی نداره از اینکه خبر جعل کنه، خبر دروغ کنه، اگر به قیمت کشته شدن 500 هزار انسان هم تمام میشه. در صورت میگفتین آقای علیرضا؟ یه موضوع دیگه رو بهتون بگم. در همون کنفرانس مدیترانه که رابرت مالی صحبت کرده بود، چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته بود که عادی سازی روابط با اسرائیل مثبت است و ترکیه آرمان فلسطین رو محترم میدانه. حرف اخراج کشتار مردم فلسطین از سرزمین ها نزد و این عادی سازی پیمان ابراهیم با آمار خود غربی ها بین مردم این کشورهای عرب مسلمان، این حداقل این چهار کشور جدید به اضافه مصر و اردن، بین 8 تا 10% حمایت مردمی داره و در جام جهانی قطر هم ما دیدیم که با خبرنگار اسرائیلی چه رفتاری کردن مردم این کشورها، مردم عرب که اومدن گفتن اصلا ما نمیخوام با شما صحبت کنیم. حتی بازیکنان مراکشی سنگ تمام گذاشتن. بله، حتی رئیس جمهور کرواسی این خانومه پرچم فلسطین رو تنش کرد. اصلا من واسم شوک شده بودم، باورم کرد. یه موضوع دیگر هم میخواستم بگم، باز دوباره هفته قبلم گفتم، این برنامه بلوچستان تنها دلیلی که ادامه داره همون برنامه راهن خاش چابهار، خاش زاهدان و ایچو به دو شقه میشه بالا، به ایچه برون، اینچه برون و سرخس، به این ربط داره، چون میخوان اونجا امنیت نباشه. بله. که این کوریدور انجام نشه. و این هفته طرفدار عبدالحمید بعد از نماز خطبه های نماز جمعه پرچم های تجزیه طلبان بلوچستان آزاد در دستشن مقابل چشم خودش، حتی نگفت که اینو جمع کنید. پس میگن این تجزیه طلب نیست که شما اگه در جایی که داری خطبه میخونی پرچم تجزیه طلب جلوت میارن، اولا خونه خودش که از خیلی خونه هایی که تو لواسان و قصر هست بهتره، یعنی در و دیوارش هم مخمل کاری شده، یعنی مثل این درباره شیوخ عرب هست که ما میبینیم وقت تو مثلا عربستان و امارات و اینا، مثلا چین قصری من تو لواسان هم ندیدم، یعنی نشنیدم. بعد ایشون با صحبت میکنه میگه که اینایی هم که قتل کردن هم توی این موضوع ها شما ببخشین، کسی رو با محاربه رفتار نکنید. آقا شما که طرفدار طالبانی، طالبان رو به رسمیت شناختی، طالبان که میدونی که هر کی رو بکشه قصاص میکنن فوری، پس شما به ما موضعتو اعلام بکن. و ما این خبراش هست که ریگیو غیرم از طرف شما حمایت میشد غیر مستقیم، وگرنه در بلوچستان ما اون راحتی نمیتونستن تردد کنن که. و گروه های شما که از حوزه های علمی شما اصل هم گرفته بودن، شما به سوریه هم فرستادین، به شمال عراق هم فرستادین که با مدافعین حرم ایرانی که شیعه بودن جنگیدن، سر اونا رو بریدن یه سرشون. پس شما خیلی حکومت با شما رعایت کرده، مماشات کرده، حدشو بیش از حد جلو نرو، وگرنه به نظر من حکومت میاد برخورد میکنه و چاره ای نداره جز برخورد کردن، چون شما دیگه پرچم تجزیه طلب هم تو خطبات میارن جلو چشت، داری میبینی هیچ اعتراضی نداری، پس خودت قبول داری اینو.
اگر شما که به گفته قبلی میگفتیم من نمیخوام حکومت کنم، ما همه حمایت میکنیم از رهبری رهبر انقلاب، حالا اگه نظرت عوض شده باید بیا اعلام کنی و شما نمیتونی با تجزیه طلبان در بلوچستان و اینا مماشات کنی و خواهان تشکیل امارت اسلامی بلوچستان به ترتیبی که طالبان بز خوش درست کرده اونجا بشی رهبر طالبان بلوچستان یا امارت اسلامی بلوچستان. و امنیت منطقه خیلی مهمه و الان تنها جاهایی که در ایران هنوز آرام نیستن همین بلوچستان و کردستان و مناطق کردنشین جنوب آذربایجان غربیه. بقیه کشور اعتراضات هست، کم و بیش هست، ولی دیگه به اون صورت زد و خورد و اختشاش نیست. بله میان اعتراضات میکنن، اعتراضات به حقم هر کی بکنه من ازش دفاع میکنم. اعتراض و دنبال مطالبات بودن هیچ ایرادی نداره، ولی این اعتراض با سوزاندن ساختمون و بانک و ماشین و مدرسه و درمانگاه و دیگه حوزه علمیه و قرآن و اینا هیچ ربطی نداره. این اعتراض دیگه نیست، این مطالبات مشخصی بیان نکردم. بله یه مطالب سنفی ندارن نه. من مطالبات سنفی ندیدم. مطالبات سنفیشون چیه؟ که مثلا ما اینجا آزاد نیستیم، مثلا آزاد نیستن توی بلوچستان هم چه آزاد نیستن، همه کار میکنن. ایشان که میاد نماز جمعه بخونه الکن 20 ماشین تویوتا لند کروز دوربر ایشون هست، مثل یه سر چی میگم، مثل یه وزیر دفاع یک کشور همراهیش میکنن که میرن باش میان و بهترین جاها زندگی میکنن. و وقتی به ایشون میگی این دلار رو از خارج اومده، این مسجد ساخته شده، این بیا و برو، میگه نه همه مردم خود بلوچستان اینجا کمک کردن. مردم بلوچستان که شما در جمله بعدی میگه نون شب هم ندارم بخورم. اونم چجوری این پولا رو دادن بزرگترین مسجد ایران، یکی بزرگترین مسجد دنیا ساخته شده اونجا و شما دارین اونو بر علیه منافع و اصلیت کشور واحد استفاده میکنید. امیدوارم که حکومت نبا برخورد سخت ولی مماشات کنار بذاره، چون بوی تجزیه طلبی هم اونجا میاد و ما میدونیم از قبل از زمان جندولا و اینا ریگی و اینا که خودش میگفت، من برنامه‌اشو شنیدم تو تلویزیون رنگارنگ که ما رو داور به تو واشنگتن، خودش میگفت که ما حمایت مالی میشیم از طرف آمریکا خارج، اسرائیل الان نمیگفت که میخواست احساسات رو بر ننگیزه، ولی شو حمایت مالی میشد، میرفتن تو بلوچستان پاکستان قایم میشدن، میومدن تو بلوچستان ایران عملیاتشون رو میکردن، ترور میکردن، هر کاری میخواستن میکردن. اینه که باید در صورت این مجموعه که مشاهده میکنیم تمام گروه ها، دسته ها، محافل، باند هاست، اینا طرفدارای غرب هم قد نزدیکی به غرب. از زمانی که سیاست حاکمیتی به طرف شرق رفته و تو این زمین هم پیشرفت های بسیار قابل توجهی داشته، مجموعه اینا از اصلاح طلب، اصول گرا، طرفدار غرب، اعتدالی، نشریاتشون با سلطنت طلب، مجاهد، منافق و تجزیه طلب همه با هم یه ارکستر رو شروع کردن، هر کدوم به بستگی به جایگاهشون و موقعیتشون مقابله میکنن. در صورت این روندی است که پدیدم نگاه بکنید جهانیه، پدیده منطقه‌ایه، منطقه هم همینطوری تقسیم شده، توی ایران هم این تقسیم بندی صورت گرفته و این جدال
این است که آمریکا هژمون نیست. دعوای اصلی در مقیاس بزرگ اینه. نظام چند قطبی در صورت هزینه های سنگینی را داره و ملت هایی که میخوان در نظام چند قطبی زندگی کنن الان اروپایی ها تک تک گردن کلفتاشو دارن میگن کلا سرمون رفت، دارن میگن چون از درس های اتحادیه اروپا خودش داشت یه قطب میشد، به قول من پول واحد داشت، قدرت داشت و آمریکا تونست اتحادیه اروپا را گردونه خارج بکنه. ولی قطبای دیگه وجود دارن که این بار و مسئولیت رو به دوش بکشن، از اینش هم بپردازن، گرچه سخت است ولی پیش میرن. روسیه، چین، ایران به پیشتاز این مسئله هستن. حالا کشورهای مختلف دیگه هم بهشون میپیوندن، بریکس داره تقویت میشه، ما حجم معاملات به خارج از حوزه دلار داره به شدت رشد میکنه و این ها در صورت دشواری هایی هست که پیش رو است. تشکر از شما و تشکر از کسانی که در صورت به اتاق تشریف میارن و اوضاع را دنبال میکنیم با کمک هم دیگه. پیروز و سربلند باشین، موفق باشین، شب همتون خوش و خورم باشه. خداحافظ.